بیایید تا روز رهایی آذربایجان را گرامی بداریم. 21 آذر گرامی باد. درود فراوان به جناب آقای بهبانی و یکایک شنوندگان عزیز، ارجمند و ارجمند دیرینم که سالت و کهولت در نتیجه پیری سبب شد که چند ماهی در خدمتتان نباشم، ولی باور کنید که روح و جانم حتی بر روی تخت خواب بیمارستان با شما عزیزان بود. 21 آذر ماه سال 1325، درست 70 سال قبل، در سفر شاه جوان به آذربایجان، من به عنوان خبرنگار رادیو تهران برای گزارش خبر جزو همراهان شاه بودم. اکنون خدمتتان عرض می کنم تنها فردی از هیئت همراهان هستم که تاکنون زنده ام. چون وقتی به عکس های آن زمان نگاه می کنم می بینم همگی حتی شاه دار فانی را ودا گفتند. وقتی من و آقای دکتر ودیعه عزیزم، ما دیدیم آن کشور آنچنانی به کشوری اینچنینی تبدیل شده است، تصمیم گرفتیم حتی با صدای خسته، من در آستانه 95 سالگی و آقای دکتر ودیعه عزیزم در سن 88 سالگی، آنچه را که شاهد و ناظر بوده ایم روایت کنیم که شاید تلنگری باشد، شاید تلنگری باشد بر وجدانهای خفته اقلیت مردمی که کتاب نمیخوانند. من و همسن و سالهای من اشباهی هستیم متحرک، ایستاده ایم لب دریای فنا که نسیمی ما را به دریا پرت می کند. دیروز وقتی که آقای بهبانی عزیزم مژده داد که به حمدالله حال آقای حشمت رئیسی بهبود یافت و بیمارستان را ترک کردم، فوراً به کلیسای روبروی خانم رفتم، به شکرانه سلامتی آن عزیز شمعی روشن کردم. بگذاریم از این که من کماکان مثل مورچه کار میکنم. شنوندگان با وفای عزیزم، بگویید خدا قوت.
جوانان دنیا را سیاه و سفید میبینند، ولی ما پیران رنگین و پانورامیک میبینیم. به همین دلیل است که از قدیم گفتند رأی روشن ز بزرگان کهنسال طلب، آبها صاف به هنگام خزان میگردد. بهار هیچ آبی صاف نمیمونه، یه دقیقه آفتاب، یه دقیقه تگر میاد، یه دقیقه باد میاد، اصلا هیچی. ولی در واقعا در پاییز است که همه آبها صاف هستند. در فرانسه به ما کهنسالان میگویند لاژ دور، یعنی سالهای طلایی. ما همه بندگان خدا را خوب میبینیم و خوب میدانیم و چه بسا کلاهای گشادی سرمان گذاشتن. ما تعجب میکنیم این روزها دشمنی کفر و دین چرا؟ این دشمنی است. از یک چراغ کعبه و بتخانه روشن است. عزیزانم حتما در پاییز سال به کانادا سفر کنید. معجزه طبیعت را در صدها رنگ درختان جنگل ببینید. جعب رنگ های ما 7 رنگ داشت. درختان جنگل 10 رنگ دلفریب دارند. قبول کردید که پیری هم زیباست؟ حالا به طور خیلی خلاصه در 1 دقیقه برای تا میگم اصلا پیری چی چیه؟ شکی نیست که پیری در اساس حالتی از حالات جسمه که به آخر حیات خودش میرسه. نویسنده قابوسنامه خطاب به فرزند خودش میگه این پسر، هر چند جوانی پیر عقل باش. نمیگویم جوانی نکن، جوان خیشتندار باش و از جوانان پژمرده نباش. از جوانان جاهل مباش بهره خود را، از جوانی بردار که چون پیر شوی نتوانی. چنان که آن پیر گفت که چندین سال حسرت و غم خوردم، که چون پیر می شوم خوب رویان مرا نخواهند، ولی اکنون که پیر شدم من ایشان را نمی خواهم. 2 روز حذر کردن از مرگ روا نیست، روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست. روزی که قضا باشد کوشش ندهد سود، روزی که قضا نیست در اون مرد روا نیست. حالا براتون میگم که از نظر زکریای رازی مرد چیه. زکریای رازی پیرامور مرد نوشته است آنان که از مرد ترس و وحشت دارند، هر بار که مرد را در نظر خود مجسم کنند به آنان مرگی دست میدهد و در مدتی دراز ممکن است دچار مرگ های متعددی بشوم. پس بهتر است، نیکوتر آن است که نفس انسانی با لطف و حیات این اندوه و ترس را از خود دور کند. خردمند کسی است که غم و اندوه را در خود مجال ندهد. افلاطون در آثار خود بارها اشاره به مرگ کرده، میگه که ترس از مرگ نشانه بیخردی است. در توتی نامه راجع به مراحل عمر نوشته شده است نشاط عمر باشد تا 40 سال، 40 رفته فرو ریزد پروبار. هیچ عجب مقدمه شده. حالا براتون از 21 آذر میگم، ولی چون من عادت دارم مثل پامنبریا قبل از گفتن ماجرای اصلی، یعنی ماجرای صحرای کربلا، محیط را مساعد و مناسب گریه کردن بنمایم. خبر جالبی را که در مجله آزادی همین امروز خواندم به قدری جالبه که به طور خیلی خلاصه برایتان میگویم.
چقدر خدا به ما ایرانیان رحم کرد که هیلاری کلینتون انتخاب نشد. سردبیر گلوبال ریسرچ ببینید چی نوشته، هیلاری کلینتون خیلی خطرناکه. هیلاری برای مخاطبین دستچین شده در یک رویداد انتخاباتی در کالج دارتموث چنین گفت، ایران یک تهدید بالقوه برای اسرائیله. امیدوارم ما در هفته آینده بر سر مسائل اتمی ایران به توافق برسیم. حتی اگر این توافق هم حاصل شود، با ایران ما هنوز مشکل داریم، چون این کشور یکی از مهمترین جانیان و حامیان تروریسم. میخواهم بر به ایرانیان بگم اگر من به عنوان رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شدم، به ایران حمله خواهم کرد. او گفت اگر ایران به اسرائیل حمله کند، در آن زمان ما به ایران حمله میکنیم. ما قادر خواهیم بود به طور کامل این کشور را محو کنیم. گوش کردیم؟ خمینی چه خوش گفت که آمریکا شیطان بزرگ است. ببینید در عراق، سوریه، یمن، ببینید در دنیا چه کرده. از این افغانستان رو ببینید به چه روز انداخت. اینا نقشه های دراز مدت دارم. در همین شماره نشریه آزادیه که چاپ آمریکاست، دوست فرهیخته بزرگوارم آقای دکتر ودیعی دو مقاله جالب داره که من توصیه میکنم اون دو مقاله رو بخونید. اولی این که آمریکا از روسیه میترسه، این عنوانشه. دومی عنوانش اینه، پوتین میگه در سال 1941 اتحاد روسیه، آمریکا، انگلستان موجب دست هیتلر شد. بیایید امروز هم یک چنین اتحادی ما برقرار کنیم که میتوانیم داعش را به زانو در آوریم. اینجاست که آقای دکتر ودیعی از پوتین میپرسه آیا یه قدرت داعشی، اون هم با دینی محدود، شما آن را مساوی میدانید با قدرت آرمانی هیتلری؟ یکی مگه ممکنه این دوتا رو با هم اینها رو مقایسه کرد؟ حالا گوش کنید، یه خبری هم که همه از سائل، یعنی واقعا یک دقیقه پیش به دست من رسید. معلوم میشه اون قاضی که این بابت زنجانی را محاکمه کرده، این انگلیسی میدونه. برای که این حکایتی از انگلیس ها بدون این که حرفی بزنه اون حکایت را پیاده کرد. حالا گوش کنید، حکایت بجه، حرف ب تیر ج. انگلیس ها وقتی تو آفریقا برای شکار می رفتند، برای جلوگیری از حملات غافلگیرانه ببر و حتی شیر، یه بز با خودشو می بردن. دست بز نگونبخت رو با تنابی به گردنش می بستن که نتونه فرار کنه و فقط حیوان می توانست به سختی را بره. و وقتی شیر یا ببر حمله می کردن، شکارچیان بوز بدبخت را ول می کردم، خودشون فرار می کردم، می پریدن تو اتومبیل و دور می شدم و بوز بیچاره که قادر به فرار نبود گرفتار چنگال ببر می شد. بابت زنجانی برای بعضی ها نقش بوز نگونبخت را بازی کرد و آن بعضی ها اگر امروز بخواهند از او حمایت کنند، باید پولها، میلیاردها دلار پولهایی را که به گرفتند برگردانند. اگر بابک زنجانی اعدام شود، این پولها هیچ وقت پیدا نخواهد شد. پس نتیجه
از روز اول مشخص بود بهتر است بز خورده شود. اصلا شاید از اول هم دادگاه بابک زنجانی را همیشه تو دادگاه بزه معرفی میکرد. ببینید یعنی این آقای رئیس دادگاه این داستان شکار انگلیس ها رو میدانه. یک بار نگفت بابک زنجانی، اول بابک بز، زنجانی هم زه، منظورش همین بز بود و ما فکر میکردیم هر حرف اول کلمات هست. معلوم میشود این رئیس دادگاه شکار انگلیسی ها را در آفریقا میداند. من از صبر و شکیبایی شما شنوندگان تشکر میکنم. حالا میرم 21 آذر را برایتان با بیانی ساده و خیلی خیلی خودمانی روایت میکنم. ایام پایان قائله پیشه‌وری که اون را باید مدیون قوام مستطنه دانست. قوام مستطنه سفری به مسکو کرد، با استالین ملاقات کرد. به استالین گفت الان نماینده شما در ایران از ما تقاضا کرده است همانطور که نفت جنوب را به انگلیس ها دادید اکتشاف نفت شمال ایران را به ما بدهید. قوام السلطنه به استالین گفت ما در با یک شرط اون نفت شما نفت شمال ایران را به شما خواهیم داد که شما فورا از آذربایجان دستور بفرمایید که این قائله‌ای که در اونجا به وجود اومده اینها از ایران به شوروی بروند و ایران که الان از ایران جدا شده، این آذربایجان که از ایران جدا شده به ایران بفرمایید. ایشون کلاه گشادی سر چیز گذاشت، استالین گذاشت. استالین اینقدر هول شد که قبل از اینکه قوام السلطنه به تهران برگردد دستور داد فوراً شما آذربایجان ایران را ترک کنید و به شوروی بیایید. وقتی قوام السلطنه به تهران برگشت و گزارش را به این شاه جوان 22 ساله داد، شاه به قدری خوشحال شد و گفت حالا واقعا ما باید نفتمونم به روسا بدیم. قوام السلطنه گفت نه قربون، من میدانستم که باید مجلس ایران تصویب کنیم. من به نمایندگان مجلس میگم اگر من چنین طرحی را دادم همه تون مخالفت کنید. ببینید چه کلاهی سر استالین گذاشت. همینطور که پیش بینی کرده بود شد و مجلس مخالفت با این قرار داد، در حالی که موقعی که این جریانات اتفاق می افتاد روزها تمام عوامل خودشونو از شوروی از آذربایجان خارج کرده بودن. در هر حال من ناظر بودم که در این پایان قائله پیشه‌وری و سفر به آذربایجان اوج محبوبیت شاه جوان بود، بر امواج عاطفه میلیون ها ایرانی شاه سوار بود. در آن روزها شاه جوان واقعا فرد بر قلب فرد مردم ایران به خصوص اهالی آذربایجان حاکم مطلق بود. دریغ و افسوس که امروز ما زمزمه جدایی آذربایجان از ایران را و پیوستگی آن را به آذربایجان شوروی میشنویم. این زمزمه شوم مرا به یاد زیباترین با شکوه‌ترین لحظه‌ای که در جوار شاه احساس عشق فرد حاضری ها را نسبت شاه ایران حس می کردن می اندازد. ناخودآگاه قطرات عشق از چشمم جاری می شود. روزها که نزدیک، در واقع خیلی نزدیک، در این سفر پر از شور و هیجان هم سفر شاه بودم. مرا در غرور و شوقی فرو برد که صادقانه دوست دارم پس از گذشته 70 سال شما را با آن سهیم کنم، به امید اینکه هموطنان آذری ما
که این مطلب را میشنوند، به خصوص آنها که سنی ازشون گذشته، باید با یادآوری آن ایام پرشکوه مشتهای پولادین خود و فرزندانشان را حواله یاوه‌گویانی کنند که از جدای پاره تن ایران در حقیقت قلب ایران سخن میگویند. حرکت به آذربایجان در آذر ماه 1325، درست 70 سال قبل، ارتش منطقه زنجان را اشغال و مردم نجیب و ستم دیده یا ناحیه را از تعدیات یک ساله حکومت اراذل و باش یعنی دموکرات ها اینها نجات داد و بعد از آنجا ادامه داد و خودش را به تبریز رساند. بعد از مدتی که بیش از یک ماه و دو ماه طول نکشید، تمام خطه آذربایجان از دست این کسانی که آمدند اونجا را اشغال کردند و یک کشور آزادی به نام خودشون تهیه کردند، همه اینا رو فراری داد و رفتند و تا اینکه شش ماه بعد، شنوندگان توجه بفرمایید، شش ماه بعد یعنی در خرداد ماه 1326، من به عنوان خبرنگار رادیو تهران برای گزارش خبر با قطار راه آهن همراه شاه به آذربایجان رفتم. آن روزها رادیو تهران نوپا بود. در اهمیت رادیو تهران همین بس که اخبار رادیو هر شب روی کاغذ استنسیل تکثیر می شد و به تمام جرایط فرستاده می شد. در حقیقت خبرگزاری پارس که من نماینده و خبرنگار اعزامی آن به آذربایجان بودم، خبرگزاری رسمی ایران بود که مطالبان در اختیار تمام خبرگزاری های مهم دنیا قرار می گرفت و در سراسر جهان انعکاس پیدا می کرد. بدین گونه بود جمله برگزیده که شاه جوان ایران در مصاحبه رادیویی در تبریز با من متذکر شد، در سراسر جهان منتشر شد. عاملی بود برای محبوبیت جهانی محمد رضا شاه که من به آن اشاره خواهم کرد. در شهر زنجان برادران ذوالفقاری میزبان شاه و همراهان بودند که در پذیرایی سنگ تمام گذاشتند و چون دموکرات ها هنگام عقب نشینی و فرار پل دختر را که قطار تهران تبریز از روی آن میگذشت منفجر کرده بودند، دنباله مسافرت ما تا تبریز با اتومبیل انجام شد. در جاده های تمام خاکی با مشقت بسیار ده ها گاو و گوسفند جلوی پای شاه قربانی می شد. حتی در شهر میانه یک روستایی می خواست فرزندش را قربانی کند که مانع کار او شدند. حالا اگر این صحنه نمایش بود یا واقعی، من صلاحیت اظهار نظر ندارم. فوراً سروان قره‌باغی و سروان شفقت دویدند و کارت قصابی را از او گرفتند. در هر حال در مراجعت، چون من این خبر که نمیتونستم به رادیو بدم، باورش کسی نمیشد، من یه ممکنه یک کسی بچهش رو بخواد سرش رو ببره، من چیکار کردم؟ من در مراجعت به تهران وقتی این موضوع را برای محمد مسعود مدیر روزنامه مرد امروز تعریف کردم، به من گفت چرا به اون دهاتی که چاقو به دست میخواست سر فرزندش را از بدن جدا کند تو نگفتی عموقی مرد حسابی؟ این چاقو را میخواستی به شکم غلام یحیا فرو کنی، به شکم پیشوری فرو کنی؟ محمد مسعود آن را در سرمقاله شماره 110 روزنامه مرد امروز تحت عنوان
در رکاب ملوکانه که مخاطب شادروان مسعود من خبرنگار بودم که به گفتم من در التزام رکاب ایشون بودم، چون این اطلاعات درباری بود دیگه. در همین شماره حسین فاطمی که برای تحصیل در رشته روزنامه نگاری در پاریس اقامت داشت، در پیشانی روزنامه، همین روزنامه چنین نوشت: اگر جن را ندیده اید لا اله الا الله را زیر بیرق داس و چکش ببینید. روزها می خواهند ایران را ایرانستان کنند. شاه نیز این جمله را که ایران را می خواهند ایرانستان کنند بارها تکرار کرد و همگان شنیدند. اظهار این جمله از طرف شاه سبب شد ثروتمندان ایران فوراً پولهاشون رو جمع کنند و پولها رو به آمریکا و اروپا بفرستن و خودشون هم نمایندهی بفرستن که بره براشون خونه زندگی بخره. گفتن وای فردا این کشور کمونیستی خواهد شد. خود شاه خب یعنی پیشبینی کرده دیگه. ما اینها اولین پناهندگان میلیاردرهای ایرانی بودن. کارخونه های خودشون واگذار میکردن، تمام به دلار و خارج شدن. در هر حال اگر چشم به گشایی پیشبینی دکتر فاطمی از 70 سال قبل امروز عملی شده و ایران نه تنها ایرانستان بلکه تمام عیار در اختیار روس هاست، اینه دیگه همه شاهد هستیم. باور کنید من یه خبر شنیدم، امیدوارم فرصت کنم اون خبر رو شما بدم. ولی چیزی در این سفر من ناگزیرم بگم که تمام همراهان اعلی حضرت سنشون همه دوله و سلطنه بودن، یعنی سنشون به غیر سنماینده مجلس که اینها تقریبا جوان بودن، بقیه همراهانی که رسمی چیز همشون سنشون بالای 85 سال بود. یاد و خاطریان دوران بخیر که هنوز پیرزدایی و جوانگرایی مد روز نبود. در دبیرستان دخترانه شاه دختر رضاییه تو حیات دانش آموز خیر مقدم میگفت: ادیب السلطنه سمیعی، منصور سلطنه عد، شکوه الملک رئیس دفتر مخصوص، حشمت دوله والاتبار. این آقای والاتبار همیشه جلوی شاه عصاب دست داشت ولی یه پاشو جلو گذاشته بود یه پاشم عقب. در تمام عکسهایشون وقت شاه جوونم خبردار واسده بودست. عکس من کوچیکو هم اینجا پشت آقای حشمت الدوله والاتبار معلوم همه جا. در تمام عکس‌های این سفر من پشت شاه بودم و وزرا و هیئت همراهان بعد بودن، یعنی من نزد 1 متری شاه بودم، به خاطری که گوش کنم ببینم که چه صحبت‌هایی ایشون می‌کنه و چه جواب‌هایی می‌شنوه. در این سفر مردم، همه مردم دهکده ها و شهرها، بدون اینکه کسی جلوی آنها رو بگیره مستقیما با شاه گفتگو میکردم و بیش از 100 عریضه را خودشون شخصا به دست شاه دادم. همه شاه را آقای اعلی حضرت صدا میکردن و اونم چقدر خوشحال بود از شنیدن آقا. یدالله خان اصل دارباشی، محافظ مخصوص رضا شاه، در این سفر تنها محافظ و به اصطلاح امروزی ها بادیگارد اعلی حضرت بود و او چون عادت کرده بود از دور مواظب رضا شاه باشد، در مورد محمد رضا شاه نیز همواره در سایه ها بود و
چهره مردانه او با سیبیل های کلفت و خوشترخش را هیچ کس در هیچ یک از عکس ها ندید. در آن زمان منصور الملک استاندار آذربایجان که 80 سال داشت، سپهبد شاه بختی فرمانده لشکر آذربایجان که او هم 70 سال داشت آنجا بودند. سناتور آموزگار نیز همراهان بود و اغلب با منصور الملک صحبت میکرد. از تصادف روزگار گوش کنید شنوندگان عزیزم، در دوران جوانگرایی و پیرها را کنار زدن، هر دو فرزندان این دو نفر یعنی جمشید آموزگار و حسن علی منصور که در آن موقع نوجوان و در آمریکا مشغول تحصیل بودند شدند نخست وزیر ایران. سروان قره‌باغی که بعدها ارتش بود شد و سروان شفقت که بعدها ارتش بود شد، اینها هم جزء همراهان بودند. از این گذشته بقیه همراهان همگی مسلم بودند، از قبیل همونطور که عرض کردم شکوه الملک، قره‌گوجرو رئیس کل تشریفات سلطنتی، منصور سلطنه عدل، غلامحسین خان فروهر وزیر زاغ و تعداد دیگر که نام اونها به خاطر گذشته زمان فراموش هم شده. از هیئت همراهان شاعری هم بود به نام دیهی که ما به هر شهر و دیاری که می رسیدیم او در مدخل شهر پس از آن که فرماندار و خیر مقدم می گفت و فرمانده لشکر یا سپاه یا هنگ سپاه گزارش نظامی می داد، آقای دیهیم هم در زیر طاق نصرت شعری می خواند و ورود شاه را آن شهر به فال نیک می گره. در شهر مرجع ماکو آقای دیهیم کسالت داشت و نتوانست برنامه همیشگی خود را اجرا کنم و در زیر طاق نصرتی زیبایی که از طرف خانوم ماکویی برپا شده بود شعرشو بخونه، هنوز گرد و خاک راه روی پلک چشمان ما بود که پس از خاتمه گزارش فرمانده هنگ ماکو اعلی حضرت گفت پس دیهیم کو که بیاد شعرشو بخونه، که همه حاضری خندیدند. در مدخل شهر مآباد عمرخان شکاک سوار بر اسب سفید با صدها تن از پیروان خود که همگی سوار بر اسب سفید بودم و در یک خط مستقیم ایستاده بودم از شاه استقبال کردم. در اینجا بود که تمام همراهان لبخند رضایت شاه جوان 22 ساله را از دیدن آن مرزبانان رشید، هیچ کدومم از اسب پیاده نشدن، اون بالا نشسته بودن و ما من بازه بایستده بودیم، یک صف طولانی همه اسبهای سفید، همه رشید، همه اون بالا نشسته بودن. در این شهر بود که شاه یک پسر بچه را در آغوش گرفت و از وزیر بهداری که مثل که آقای لقمان عتم بوده سوش، بله یادم اومد، از دکتر لقمان عتم شاه پرسید که این لکه‌های سفیدی که تو صورت این بچه هست چیه؟ وزیر بهداری گفت قربان از آفتاب زدگی این لکه‌های سفید بر روی صورتش ظاهر میشه. شاه گفت خیر آقای وزیر، اشتباه میکنی، این لکه‌های سفید از کمبود ویتامین است. شاه درست تشخیص داده بود. در همه جا فخر، شهروزی که حاصل حکومت یک ساله دموکرات ها بود به چشم میخورد. در شهر رضایه بازی در دبیرستان دخترانه شاه دخت نیست جز برنامه که ما تنظیم کرده بودن بود، ولی تقریبا تمام همراهان اعلی حضرت که سن و سالشان از 80 میگذشت اینها نمیتوانستن از پله ها بالا بیایم چون این دبیرستان آسانسور نداشت و همشون تو
این خیابون اونجا وایسادن تو باغچه و شاه و من و سروان شفقت پله ها بالا رفتیم تا از کلاس های درس در طبقات دوم و سوم شاه بازدید نماید، چون مدرسه گفتم که آسانسور نداشت. وقتی ما وارد کلاس با طبقه سوم شدیم، مبصره پرید و در بست، از تو در بست. اون کلاس پنجم متوسطه بود، تمام دخترها 17-18 ساله به دست و پای شاف دادن، اول مبصر کلاس بعدم دخترها، بدون استثناء صورت شاه را میبوسیدن. اولین مشابه که من با شاه کردم، شاه در دهات سر راه بچه های کوچک را در آغوش میگرفت. شاید آن روزها در دل آرزو میکرد که خداوند به اون پسری عنایت فرماید، که دیدیم و دیدند به آرزوی خود رسید. خداوند ارحم الراحمین است، خداوند بخشنده و مهربان است. گرفتاری من در این سفر این بود که ناچار بودم هر روز 2-3 ساعت در هر شهر و دیار در تلفن خونه باشم. تلفن های آن زمان مثل چرخ گوش دستدار بود، و برای این که من برای این که 1 دقیقه صحبت کنم مجبور بودم لااقل 20-30 بار دسته تلفن رو بچرخونم تا باتری هایی که در گوشه اتاق تلفن خانه قطار کرده بودن شارژ بشه. تازه گرفتار دیگر من این بود که از تبریز یا از سایر شهرها به تهران تلفن مستقیم وجود نداشت. اول باید تلفن خونه میانه را من بگیرم، از تلفن خونه میانه خواهش کنم مرا به زنجان وصل کن، بعد از زنجان بگویم مرا به قزوین، از قزوین همینجوری پله پله من باید التماس کنم تا آخر سر به رادیو تهران وصل بشم. ببینید چه درد سری داشتم. من همیشه دست راستم درد میکرد، ولی قبل از بازگشت به تهران وقتی توفیق یافتم در تبریز اولین مصاحبه رادیوی مطبوعاتی خودم را با شاه به عمل آورم، تمام دردهایم بهبود یافت، چون در آن زمان که بیش از 20 سال نداشتم از شدت ذوق و شوق وامانده بودم که آخه من از این حضرت چی بپرسم. بعد از مدتی هاج و واج بودن تصمیم گرفتم و گفتم برای مردم ایران از این سفر پیامی دارید. من پاسخی شنیدم که آن پاسخ دنیاگیر شد و سبب محبوبیت بیشتر اعلی حضرت گردید. آن خدا بیامرز گفت سلطنت بر یک مشت مردم فقیر، ضعیف، رنجور و محروم از عدالت مورد مسرت و خوشبختی و افتخار من نیست. در تهران گفتار شاه را در اختیار یوسف مازندی، خبرنگار خبرگزاری یونایتد پرس، پرویز رایی، خبرنگار خبرگزاری اسوسییتد پرس، و علی مهرآوری، خبرنگار خبرگزاری رویتر، و غلامرضا فرزامی، خبرنگار خبرگزاری فرانسه، و کاووسی، خبرنگار مجله تایم آمریکا گذاشتم که آنها سراسر به سراسر جهان مخابره کردند. روز بعد روزنامه‌های تهران به استناد خبر خبرگزاری خارجی آن را منتشر نمودند و شخص اعلیحضرت نیز بعدها این جمله را به مناسبت‌های مختلف تکرار کردند. حالا باید خدمتون عرض کنم که این نکته را باید خدمتون عرض کنم، این ابن سینا چقدر خوش گفت، گفت آنقدر مرا بزرگ کردند که تنها ماندم،
انقدر مرا گران کردند که بی مشتری ماندم. نخست وزیرش علم خود را غلام خانزاد می نامید. دکتر اقبال وزیر و رئیس شرکت نفت خود را غلام جان نثار می گفت. خاطره ای را که خودم ناظر بودم برای مزید اطلاع شما عرض می کنم. یک امیر عالی رتبه ارتش به شکرانه سلامتی شاه از خطر سوء قصد در کاخ مرمر در دفتر یادبود ملکه مادر چنین نوشت. من جا بالا سرش بودم چون من خودم هم نوشتم: شاهنشاه بقای عمر تو باد 1000 سال. آخه شما رو به خدا تماشا کنید، مگه نیش 1000 سال؟ سالی 1000 ماه، آخه گوش کنید، ماهی 1000 روز، روزی 1000 ساعت، ساعتی 1000 دقیقه. در جلد سوم خاطرات علم روز شنبه اول فروردین ماه 1970 چنین میخوانیم: اتفاق شاه، نخست وزیر، چند نفر از وزرا و مسئولین عازم مشهد شدیم. هوای خوبی بود، استقبال گرمی از طرف مردم به عمل آمد. نهار را دست جمعی در حضور شاه خوردیم. گوش کنید ببین چی میگه نوشته: و هر یک سعی کردیم گوی چاپلوسی و تملق گویی او را از دیگری برباییم. شاه فقید برا به گفته نوشته یکی از نزدیکان، هیچگاه مایل نبود کسی در اطراف او باشد که انتقاد و یا نسبت به او خردگیری کند و کسی را جرأت و یارای اعتراض نبود. واژه‌هایی چون آریامهر، خدایگان بسیار حساب شده و دقیق در مورد او به کار گرفته می شد. او تمام این واجه ها را می پذیرفت. ستار فرمودی خود در گذشته ها مستوفی الممالک ها، حاج محتشم سلطنه ها، مستشار دوله ها، منصور الملک ها، ممتاز الممالک ها، مؤید السلطنه ها، صدیق الملک ها، زکا الملک ها، یعنی تمام اینا در فامیلاشون یا ملک و دوله و سلطنه داشته. منصور السلطنه ها، مقبل السلطنه ها، سام سلطان ها، بصیر دیوان ها، اینا مشاور شاه بودن که پایه های سلطنت و رژیم را قرص و محکم در دست داشتند و از راه نمایی شاه جوان در مسائل داخل کشور کوتاهی نمی کردن. که من در سفر آذربایجان ناظر و شاهد رفتار این آقایان با پادشاه جوان بودم. اما افسوس، صد افسوس که در دوران پیر زدائی و جوانگرایی آن مشاوران خانه‌نشین شدند. چنانکه 2 سال قبل از انقلاب همین شاه که متاسفانه بیمار شده بود و قبلا بزرگ ارتشداران و خدایگانش کرده بودم، در پاسخ سوال خبرنگار پریماچ، اینو من شاهد بودم خودم در پاریس، که از شاه میپرسه: آخه شما این حرفایی که میزنید آیا مشاور هم دارید؟ شاه بدونید چی گفت؟ این منتشر شد در مجله پاریماز. شاه گفت: من حرفهای کارشناسان را گوش میکنم، ولی بعضا تصمیماتی مخالف آرا و عقاید آنها میگیرم. ابن سینا چقدر خوش گفت که من برای شما حرف کردم، که گفت اینقدر بزرگش کردند که تنها ماند، اینقدر گرانش کردند که بی مشتری ماند. نتیجه چی شد؟ هم سلطنت و زندگی شاه
در راه اعتلاء ایران از دست رفت و هم 5 میلیون ایرانی آواره در غربت شدند. 10 میلیون ایرانی به روز سیاه افتادند. نفت، این طلای سیاه که برای دنیای سرمایه پیشرفت و اعتلاء صنعتی و برای مشرق زمین همیشه باید دست سر و دستاویز استعمار و بهره‌گیری از ملت‌های جهان سومه، یک بار دیگر در بهمن ماه 1357 چهره سیاه و شیطانی خود را به ملت ستم دیده ایران ما نشان داد و 7 کمپانی عمده اینها را که به 7 خواهران معروف هستند گفته می شوند، با همه اختلاف و تعارضی که معمولا از جهات منافع اقتصادی با یکدیگر دارند، در سال 1979 به خاطر منافع مشترک با هم علیه ایران، سرزمینی که می رفت با بهره‌گیری، آن هم بهره‌گیری صحیحی که داشت از منابع نفتی و متحد ساختن کشورهای نفتی از طریق اوپک استفاده کند و می گفت ژاپن آسیا ما می شویم، اینا توطئه کردن. شد آنچه نباید بشود. شاه رفت، ایران از مرتبه یک قدرت عمده منطقه‌ای سقوط کرد، اعتبار و حیثیت کشور به باد رفت و جامعه بین المللی منزوی شد. اوپک که شاه را عقابان می خواندند تضعیف شد. غرب سرخوش از این پیروزی و جنازه 70 میلیون ایرانی به رقص و پایکوبی پرداخت. اما در هر حال این واقعیت را نباید از نظر دور داشت. حقیقت دهشتناکی در متن تاریخ وجود دارد که عدم شناخت و درک آن بسیار بزرگان را به پیروزی نشانده است و نام ملت‌ها را از صفحات تاریخ زدوده است. گوش کنید عزیزانم، اون حقیقت تاریخی اینه: هر عظمتی غرور می‌آفریند و غرور عظمت‌ها را به حقارت و نیستی می‌کشاند. دریغا عظمتی که ویران شد، دریغا آینده‌ای که هرگز شکل نگرفت، دریغا آفتاب عظمت ایران که غروبی دهشتزا داشت و همه شما ناظر هستید که بر ما چه گذشت. دوست کنم فرزند دارم، امروز صفحه ای از تاریخ معاصر کشور ما را برای شما با بیان خسته روایت کردم. اگر زنده بودم هفته آینده هویدای بی‌نقاب را به شما نشان خواهم داد، مردی که به جای گذاشتن نشان درجه اول تاج و درجه اول همایون به روی سینه لباسش هر روز یک گل بزرگ ارکیده روی سینه کتش می گذاشت. یک پیکان قسطی خریده بود، ماهی 140 تومان قسط آن را می داد. آن را برای شما روایت می کنم که این گام مرد فقط 146 تومان پول داشت. ایشون شبها به جای رفتن خانه، خونه مادرش و خونه همسرش، در روی تختی بسیار ساده در نخست وزیری میخوابید. وقتی به شاه خبر دادن که اون خانه نداره، این تو نخست وزیری توی اتاق شبا میره توی یه تخت خواب میخوابه، شاه دستور داد فوراً برایش یکی از قصرها را اختصاص بدن. اونجا شد دفت. ایشون چی کار کرد؟ ایشون به جای که اونجا رو برای خودش اختصاص بده
اونجا رو کرد دفتر نخست وزیری و در هر حال شد خانه نخست وزیران. ایشان در اون مدت در اون خانه تشریف داشتن. ولی من یادم به شما گفتم که الان مملکت ما رو روس‌ها در اختیار دارن، همان میدانند همه چی دیگه یعنی. ولی گوش کنید، حالا من یادمه که آقای رئیسی واقعا اینقدر خوشبیان هستن که در همین برنامه آخرشون گفتن که من که اونجا در چیز بودم، در اونجا در مسجد سلیمان و در نفت جنوب ایران بودم، ما بچگی بودم، اونجا یه درویشی آمده بود و تو خونه های ما که کارگر و کارمند اونجا بودیم و پدر من اونجا بود و منم اونجا بودم، اینقدر ما دوستش داشتیم، این همینجوری میمد تو خونه های ما، غذا ما بهش میدادیم. ولی بعد فهمیدیم ای بابا این جاسوس روساست. حالا گوش کنید ببینید، الان ببینید یک ایدئولوگ بزرگ روسیه در قوم هستش الان، با ریشی هم بور، اسمش الکساندر دوجانه. ایشون میگه من بی نهایت خوشحالم که به مقر اصلی مبارزه با مدرنیته آمدم. حرف این آقای روسستان در اونجا، من زندگی خودم را وقف این مبارزه کردم، زیرا برای من مدرنیته یعنی شیطان. اینا رو قلدنم داره میگه اونجا در قوم. او را ایدئولوگ و مغز متفکر و ایشون را دوست نزدیک پوتین توصیف کردم. او در ژانویه 1962 در روسیه متولد شد، اکنون 54 سال داره. با نفوذترین مطرحترین ایدئولوگ ناسیونالیسم افراطی در میان روس هاست. او احیای سنت ها و امپراتوری روسیه را در قالب نیو ناسیونالیستی پیشنهاد کرده است به پوتین. این آقای دوجان شیمی و فیزیک و علوم شیطونی میگه، آخه اینا رو داره تبلیغ میکنه تو خوم، میگه فیزیک و شیمی اینها علوم شیطانی هستن، خواستار تعطیلی کلی اینترنت در ایران شده است. او میگوید امپراتوری روسیه باید از شرق دور تا فرانسه و شمال اروپا تشکیل شود و ضد آمریکایی باشد. دوگین در فرهنگ سرای اندیشه و مکانهای دیگری مانند دانشگاه علامه طباطبایی هم سخنرانی کرده. دوگین در فرهنگ سرای علوم انسانی قم نیز حضور یافت و با آیت الله میر باقری ملاقات و گفتگو کرده و در پاسخ آیت الله که از او پرسید شما چه دینی دارید، گفت من ارتدوکس روسی هستم. هدف ما این است که معنویت را بالاتر از مادیگرایی قرار بدهیم. دوگین میگوید روسها رهبر نیروهای آینده هستم و از طرف مقابل آمریکا بیشتر خواهد بود. فرهنگ اروپایی مدرن تمام اینا گمراهی است، گمراه هستم. طبیعتا دولتی مانند جمهوری اسلامی را متحد طبیعی و استراتژیک خودش میدونه. خدا عاقبت ما را با این متحد جدید به خیر کنه. بیش از این سخت گرانبهای شما را نمیگیرم. تا هفته آینده که عنوانش را هم برای شما گفتم، نمیدونم عنوانش رو به شما گفتم، بله تا هفته آینده راجبه هویداست و من ملاقاتی که در نیویورک با برادرشون کردم
من تقریبا تا امروز نگفتم و نه کسی میدانه که ایشون به من چه گفت. ایشون خلاصه گفت که فریدون اویدا قبل از مرگش در نیویورک به من گفت این دومین بار است که شاه برادرم به برادرم نارو میزند. اشرف و فاطمه پهلوی درباره بازداشت و مرگ اویدا مطالب جالبی گفتند که من هفته آینده آن را روایت خواهم کرد. در هر حال روز و روزگارتان خوش تا هفته آینده. تفاوت های تکرارم